لعنت به کلاس 8 صبح. هوا اینجا ابری و بارونی و بخاری شده و فقط خواب میچسبه. برم کلاس. الان یه بار اینترنت هم قطع شد، از کلاس اومدم بیرون، بعد یه بارم استاد این اتفاق واسش افتاد. من نمیدونم چه بلایی داره سر اینترنت میاد که اصلا مثلا وای فایمون رو همش ببرم خاموش روشن کنم. مثلا وای فای با موبایل کار میکنه، رو لپتاپم کار نمیکنه. من میرم مودم رو خاموش روشن میکنم، اوکی میشه. خیلی گشنه، میخوام برم صبحونه بخورم. الان ساعت 9:20 است. نمیدونم تا کی میخواد کلاس رو ادامه بده. کاش زودتر میگفتم. کلاس تموم شد، بریم صبحونه بخوریم. آقا من الان 7-8 دقیقه دیگه کلاس دارم. خب کلاس دوممه، بعد دوباره کلاس، یعنی 1-3 دارم، 3-5 دارم، 5-7 که 3-5 و 5-7 جلسه پیش تشکیل نشدن، اما این 1-3 تشکیل شد. استاد طرح درس و فرستاده، وا ویلای زین اون استادی که خیلی جدی میگیره کارشو، و فکر کن جلسه پیش بهمون تکلیف داد گفت مقاله خلاصه کنید. بعد مثلا من با یکی دوستان در ارتباطم، اون برای من فرستاد واقعا مقاله من در برابر اون، انگار مثلا اون یه دانشجو ارشده و من مثلا دانشجو دبیرستان، من دست نویس خلاصه کردم با مقدار خطی چون سنشم تایپ کنم. آقا من حالا چرا 5 دقیقه به یکی اینجا؟ به خاطر اینکه من دوباره یه فهم خوابیدم، من نمیشه خوابم میومد. بعد فکر کنم سر کلاس قبلی که بودم رفتم چای گذاشتم چون خیلی گشتم بودم، می‌خواستم صبحونه بخورم. کلاسم ساعت 9 و نیم که تمام شد، دیدم که بقیه خوابن و هوا همچنان بارونی و ساکت و ایناست. خب گرفتم خوابیدم هی گفتم یه ساعت خوابیدم تا ساعت 12 و نیم. از 12 و نیم بلند شدم گفتم وا من کلاس داشتم خواب موندم، فکر کنم فرضاً ساعت 12 دیگه بیدار شدم. دیدم که مامانم واسه سالگرد پدر بزرگم حلوا درست کرده، دیگه نون و حلوا خوردم. فکر گفتم همون چایی که صبح گذاشته بودم و گرم کنم. فکر میکردم که چایش خیلی کهنه و بدمزه باشه، ولی خوبه. نه کهنه است. باید کارم رو اندازه، باید چایی دلم میخواست. اوه اوه الان یار آمد که این استاده گفته بودش که دیگه جلسه باید همتون چیز روشن کنید، وبکم. منم لباس بپوشم. من کمک میکنم که خودم رو بهتر بشناسم، همکارم رو بهتر بشناسم. این اولین کلاسی بود که من وبکم روشن میکردم. آه عالی بود واقعا. آدم حس میکنه که تو کلاس جدی میگیره. یا عالم نوت نوشتم، نمیدونم صدای کی باز شد. و این که میخوام برمه 2-3 دقیقه چیز کنم، کشش کمر بدم، میدونین که نشستم برای من خوب نیست. اوکی من کلاسم تمام شد، 10 دقیقه دیگه، 8 دقیقه دیگه کلاس بعدیم شروع میشه. مثلا میرم سریع نهار بخورم و بیام. کلاس بعدیم شروع شد. نمیدونم هدفم از گرفتن این ولاگ چی بود، هی میگم این کلاسم شروع شد، اون کلاسم تمام شد، الان هم اینسان قد شد. آه اومد. حالا ما یه زنی کلاس بردیم بالا، گفتیم سرمایه انسانی و مدل مختلف که توی استراتژی هست که میگه آقا ما این استراتژی پارتنره، از این موضوعاتی که خب توی دنیا عرفه، توی ایران هم تبدیل مد کلاس شده که هر سازمانی نیستش که فکر نکنه هر سازمانی رفته شما همه فرایند رو یاد بگیر. نه اون که یکیش به آقا ما فقط کارشناس جذب میکنن، خانم در این صفت میارم، کلا بیاد فرمای مدیریت امریکا جذب جمع بکنه، شکل قرار نیست کارشناس بشی. درست مختلفی که مستقبل وزارت علوم و خیلی هم خوب و ارزشمنده که باید تو شما پاس بکنید. الان یه درسی به من دادن، من خودم واقعا نمیدونم چیه.
خیلی هم سرچ کردم با اساتید مختلف، دکتر سید جوادی، دکتر سفری، خانم فیاضی، و برای خیلی سرچ کردم که ببینم دقیقا برای کلاس شما چی میتونم به شما یاد بدم. بازار انجام میده. فکر میکنی سالیانه چقدر درآمد بابت حوزه منابع انسانی داره تو یه سال؟ عدد بزنید. همین کلاس شما، همین رشته شما داشتم میخوندم. استاد بود، من سالی 1 میلیارد درآمد دارم، یعنی ماهی 100 تومن. یه بچه دهاتی که از روستا اومده، من تو سال 80 روستا بودم، 79، از 79 اومدم تهران، اومدم تو پیدا که بتونید چجوری از منابع انسانی پول در بیارید. پول مالی نیست، اثرگذاریه. ببینید من میگم 1 میلیارد تومن، این پول نیستش، این یعنی سازمان ها حاضرن برای جنچیدی که منابع انسانی خونده دانشگاه تهران 1 میلیارد تومان حقوق بدن، یعنی تاثیر گذارم، یعنی کاری که من بلدم تو دانشگاه یاد گرفتم تونستم تاثیر بگذارم، این یعنی موفقیت. بله میزان پول نیست، پول مبنایی که میتونیم بگیم آقا سازمان ها حاضرن چقدر خرج بکنن، اینه دیگه. شما تو این 2-3 سالی که تو دانشگاه هستی خودتون ببینید، شخصیتتون، کاریزماتون، توانمندیتون، عشقتون تو کدوم سنته؟ بعد برید تو حوزه منابع انسانی. اینجوری نکنید بگید من منابع انسانی انتخاب میکنم بعد نه. برید سنت رو انتخاب بکنید. مثلا یکی مثل من بگید آقا من تو حوزه شرکتی که بود گند عرق میده، یعنی تولید دوست دارم. یکی دیگه بگه نه من اون روحیه رو ندارم، خیلی مهربونم، زود به بر میخوره، بچه سوسونم، نازنازیم، میرم مثلا توی شرکت خدماتی مثل بانک، میرم تو حوزه سرمایه گذاری. یکی دیگه میگه آقا نه من به روز میخوام باشم، موضوعات جدیدی که دنیا وجوده، باشه پاشو برو تو استارتاپ کار کن. این روحیاتی که خودت داری رو انتخاب بکن، چه صنعتی رفتی تو اون صنعت انتخاب کردی، ببین حوزه منابع انسانی فرآیند رو بشناس، بگو آقا تو استارتاپی فرآیند جذب استخدام هم بازارش کنم هم میتونم یاد بگیرم، ولی پذیرفتم تو استارتاپ کار بکنم. این کلاس من زودتر تموم شد، استاد گفت جلسه دارم و خیلی جالب بود، خیلی باحال بود. یعنی اگه توی این سنتن خیلی از همه چی خبر دارن و مثلا هر فرقی بهت میزنن، حالا جدا از این که میتونه به دیش زیاد بده، خیلی جالبه دیگه، مثلا راجع به وضعیت کشور رو اینا میگن و اینکه حالا گفتش که بابا شما حالا هنوز بچه اید، هنوز کار دارید، چون قرار نیست مثلا چیزی یاد بگیرید و اینا. بعدا ما بهشون گفتیم خسته نباشید، میگفت چی خسته نباشید، من کار نکردم تا 6-7 کار دارم، بعدم برم خونه 3 تا بچه دارم. 40 سالشه، دکترا مدل منابع انسانی از دانشگاه تهران داره. همین من 5 کلاس دارم، میتونم 1 ساعت استراحت کنم، استراحت یه دونه ولاگ بعد آپلود کنم. همین اوکی، ویدیومو گذاشتم، قهوه درست کردم، بشینیم و حرف بزنیم. خب بچه ها من یک کلاس دیگه دارم و اون تموم میشه، ولی از جایی که این ولاگ دانشگاه مجلس دانشگاه تهرانه، بیاید یکم راجع به ارشد خوندن و دانشگاه تهران اینا صحبت کنیم. ارشد خوندن به چه دردی میخوره واقعا؟ یکی این که بهمون کمک میکنه، چون ما خب کارشناسی که خوندیم به خصوص توی سه رشته مثل مدیریت که خیلی جامعن و اینا، تو حالا مثلا دقیقا نمیدونی که چیکار میخوای بکنی و خوبه که یه ارشد بخونی و کاملا عادیه، به خصوص اگه مثلا توی سن یعنی رایت افتر کارشناسی داری میری، خیلی وقتی میواردش میشی هم دوستاتو میبینین که مثل خودت، البته خب خیلی هاشون سر کار میرن، ولی خب هم استادا میبینی که از تو انتظار آنچنانی ندارن واقعا، و میفهمی که اوکی بس اوکیه این که من هنوز ندونم که چی میخوام بکنم و حالا اومدم دارم یه ارشد میخونم و یه شانسی میدم به این رشته‌ای که فکر میکردم که دوست دارم یا نه. مثلا من دارم منابع انسانی میخونم و قبلا توی کار مثلا مارکتینگ رو تست کرده بودم، از این نظر خیلی خوبه. بعد 2 تا راه برای آینده شما باز میکنه. البته یه سری میگن که اگه میخوای پول در بیاری، اگه میخوای کار بکنی، نیاز به درس خوندن نداری. ببینی هر چیزی شما در دنیا بگید میتونه درست در بیاد، ولی نمیتونید اون رو چیز بکنید، بگید که دانشگاه رفتن چرته، فقط کار. یا از اون طرف بگی که نه دانشگاه خیلی عالیه و اینا. خب توی دنیا میگم 1000 تا چیز میشه گفت و نقصشو آورد و حتی تاییدش هم کرد. دانشگاه خوبه از چه نظر؟ اگه شما توی دانشگاه خوب قرار بگیرید، اگه یکم اطلاعات داشته باشید، اگه با آدمهایی که مثل استادای خوبتون، مثلا همین استادی که الان تو ویدیوی قبلی دیدید، خب کسی که توی کار بوده، یا همگروهی‌ها، همکلاسی‌هایی که توی کارن و هم اون اسمی که توی رزومه شما میاد، بهتون کمک می‌کنه که شما آینده کاری بهتری داشته باشید.
از این طرف دیگه ارشد بهتون ریسرچ یاد میده، بهتون زبانتون، یعنی میفهمید که اومم مجبورم زبانم عالی باشه، اومم مجبورم که پایگاه اطلاعاتی بدونم چیه، اومم باید حداقل دیگه 20 تا 30 تا مقاله توی این دوره ارشدم بخونم. خب این بهتون کمک میکنه که شما اگر بخواید اپلای کنید ولی میترسید، ببینید درسته اپلای کردن از رشته از مقطع ارشد خیلی بهتره تا برای دکترا، ولی مثلا رشته‌ای مثل علوم انسانی چرا اینقدر ما کم می‌بینیم علوم انسانی ارشد بره؟ دور و برمون همه می‌بینیم اونایی که مثلا ژنتیک خوندن، اونایی که زیست شناسی خوندن، اونایی که مهندسی خوندن، یعنی همه مهندسا الان دارن آلمان یا کانادا ارشد می‌خونن، ولی ما برای مدیریت خیلی کم می‌بینیم کلا، چون توی دنیا مدیریت رشته بابیه و خیلی بروزه، خیلی نسبت به بقیه رشته‌ها آسون‌تره و رشته خیلی گرون‌تریه. معمولا کسایی که همونجا زندگی میکنن میرن مدیریت میخونن و فرصت های فاند و نمیدونم کارهای تحقیقاتی برای شما کمتر پیش میاد، مگر در رشته دکترا، چون خب باز دکترا سخت تره و مثلا خارج از کشور ممکنه که آدمایی که بومی خیلی کمتر به خودشون زحمت بدن برن دکترا بخونن. خلاصه که شما اگه ارشد بخونید، چون شما مثلا یه ارشد خوندید توی ایران بودید، از لحاظ مالی، از لحاظ روانی، از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی توی موقعیت راحت‌تری بودید نسبت به خارج از کشور، میتونید که اینجا تمرین بکنید، زمانتون خوب بکنید، مقاله نویسیتون رو خوب بکنید و بعداً یه رزومه علمی خوب از خودتون داشته باشید و اپلای کنید و خیلی با اعتماد به نفس برید دکتراتون رو بخونید. واسه همین از نظر من ارشد خوندن خوبه. من خودم با 2 سال پیش که تصمیم گرفتم ارشد بخونم، با خوابالای پروسه طول کشید، با این چیز بودم که برم و حرفه‌ای‌تر وارد کارشم، ولی الان نظر منو بخواید بدونید، من خودم دوست دارم که برم دکترا بخونم، یعنی علاقمه، ولی خب حس میکنم خیلی سخته، هنوز اعتماد به نفسش رو ندارم ولی علاقمه. از این طرف کار کردنم بدم نمیاد، ولی این که بخوای توی مدیریت کار بکنی، پول خوب در بیاری و اینجور چیزا، ببخشید من پس نمیرم یکم اینجوری چیز دیگه، یه اینجا خونه خودتونه، حلوا هم اگه دوست دارید، حلوا با قهوه عالیه. کلاس من 5 دقیقه شروع میشه. کار کارمندی برای مدیریت زیاده، ریخته، به خصوص تو تهران. حقوقای متوسط کارمندی. کار حرفه‌ای برای مدیریت شما فقط اصلا حتی دانشگاه نداره. شما باید ارتباطات خوب داشته باشید. شما باید آدم زبر و زرنگی باشید. شما باید بازار رو بشناسید. شما باید قوانین کشور رو بشناسید. شما باید بدونید چه خبره. بابا عین آدمی که بازاری، عین آدمی که بیزنسمنه، باید اینجور چیزا بلد باشید و اگر اینا رو بلد باشید مطمئن باشید که موفق میشید. اصلا کاری نداره که دولتی کار میکنید، خصوصی کار میکنید، واسه برند خودتون کار میکنید، واسه بازار خودتون کار میکنید، پولدار میشید آقا. ولی خب کار سختی، همونجوری که پولش هم یه کاریه که مثلا تو دیگه داری کار کارمندی نمیکنی، مثلا میری مشاوره میدی، مثلا شرکت داری واسه خودت، نمیدونم شاید ساعتای کاریت زیاد باشه ها، ولی کارت بهت حال میده، بهت داره قدرت میده. این قسمتای خوبو داره، پول خوبم داره، ولی برای هر کسی به دست نمیاد و هر کسی نه توانیشو داره نه علاقهشو داره که این کار رو بکنه. اینا تقریبا جوابایی که من هر روز دارم تو دایرکت به بچه‌ها میدم، چون خیلی بچه‌ای هستن که میدونم الان دارید من میبینید، انسانی هستید، نمیدونم هنوز هر کارشناسی نگرفتید، بابا خیلی راه دارید، فقط اون علاقه به درونتون فکر کنید و به همون سمت برید. همه حرفی که حتی این استادم زد، شما خیلی طول میکشه تا اینو یاد بگیرید که چی میخواید، چی دوست دارید، و به خدا فقط با کار کردن، با حرکت کردن، با قرار گرفتن تو موقعیت‌های مختلف، با هزینه دادن، با آزمون خطا اینو میفهمید و قطعا طول میکشه که بفهمید. همه اینقدر استرس آینده نداشته باشید، انگار مثلا این انگلیسی که آخر دیگه دارم انگار با خودم حرف میزنم، ولی به قرآن مثلا دایرکتاتون که میاد دقیقا شبیه دغدغه هایی که من خودم داشتم و دارم. واسه همین گفتم امروز فرصت خوبیه که باش راجبش باهاتون حرف بزنم. ببخشید که خیلی طولانی شد، من برم کلاس بعدی و مرسی که این ویدیو رو دیدین. مقدمی و خلاقیت نوآوری شروع میکنیم، میریم به سمت نوآوری باز. الان یه استاد گفتش که امتحان نداریم و کلاس پروژه محوری. وجود داره. اچا نیم ساعت شده همچنان داره تکلیف بهمون میده. 4 تا تکلیف تا الان داده. 4 تا پروژه گنده است و امتحان نمیگیریم.